مهمترین آبجکت دنیای کامپیوتر گرافیک چیه خیلیتون شاید یک سری آبجکت های الان به ذهنتون خطور کنه که چی هست منظور اصلا یعنی چی و توی این ویدیو میخوایم چی رو به همون بگی بیایم توی نرمافزار تریدی مکس من یک سری توضیحاتی بهتون بدم و میخوایم توی این ویدیو برگردیم به گذشته نرمافزارهای سبودی تریدی و دنیای کامپیوتر گرافیک که خیلی جذاب هستش سلام به شما دوستای خوبم اسم من بهتاش اینجا ویدارت ویژن و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل ویدارت ویژن که توی این ویدیو میخوایم درباره تیپات یا همون غوری که توی نرم افزارها وجود داره و اصلا پیدایش این قوری از کجاست به حال ما یه سری اطلاعاتی درباره گذشته کاری که داریم انجام میدیم خیلی بهمون به همون کمک میکنه مثلا کسی که داره تاریخ میخونه گذشته رو ببینه چی هستش وی نرم دقیقاً این صدق میکنه که میخوایم الان ببینیم که آقا این قوری و تیپات اصلا از کجا به وجود اومده قبل از اینکه بریم این سراغ خود نرم حتما ویدیو رو لایک کنید نظرتون رو برامون بنویسید و اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب و زنگوله بغلش بزنید که هر وقت ما ویدیو جدید میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد و تشریف فرید ویدیو جدید رو میبینید حتما یه کامنت انگلیسی برامون بذارید که سابسکرایبتون نپره بریم سراغ خود ویدیو تو نرم افزار تریدی ماکس ما میدونیم یک کاتگوری داریم به عنوان جیومتری که آبجکت های از پیش تعریف شده اینجا هستش که من میخوام الان همه رو خیلی سریع ترسیم کنم که اینجا ما یک بار ببینیم اسفیر داریم از بخوام، اسفیر جو که ساختارشون فرم کنه سیلنج کیوب فورس پیرامید یا پایرامید پلان تکست و نکته که اینجا هستش یه نکته که اینجا وجود داره تیپات این تیپات این وسط برای ما چی کار میکنه این تیپات اصلا از کجا به وجود اومده خیلی منطقه که آقا بگیم آبژیکت هایی که خیلی ساده هستن اینجا برای ما وجود داشته باشه مثل مکب مربع دایره دایره با ساختار مختلف تورس پیرامید که یه مقدار شاید اینها رو بخواید دیفالت خود ترسیم کنی برای سخت باشه مثلا ساختن یک اسفیر اگه شما خود آبجکت آماده اسفیر نباشه یا شاید یه مقدار سخت باشه برای ما اما این تیپات اینجا چیکار میکنه شاید چه گفت خیلی آبجکت های مختلف دیگه وجود داره که میتونه جای این تیپات قرار بگیره اما پیدایش این تیپات از کجا بوده خب برای اینکه بخوایم متوجه بشیم که پیدایش این تیپات از کجا بوده بیایم توی گوگل و یک سرچ خیلی ساده و خودمونی آمیانه آم بزنیم در باره تیپات که ببینیم چی میاره برامون اصلا من میام سرچ میکنم که استوری تیپات 3D اصلا ببینیم چی برای ما میاره استوری هم که اشتباه نوشته بودم سایت هایی میاره یک سری ویدیو ها و اشکالی برای ما میاره که من یکی دو تا سایت اولو باز کنیم. که سایت اول اشتباه نکنم ویکیپدیا که توضیحاتی دربارهش داده بیم سراغ سایت بعدی اگه دقت کنیم نوشته میده important امپورتد in این کامپیوتر گرافیک هیستوری این تیپات میگه مهمترین آبجکت دنیای کامپیوتر گرافیک این قوری که اینجا هستش حالا از کجا به وجود اومده یک سری ویدیوها المان های اینجا هستش که اگه بخوایم همه رو با هم ببینیم این مورد اولو بهش دقت کنید یک عکس البته این که ویدیو خیلی کوتاه حالت گیف مانند بوده اگه دقت کنید می‌بینید که یک سری این خطوط ها به هم رسیدن اما یک جای این تیپات هستش و این ادامه داره این تیپاته نباره. تیپات عکس نه ولی جا تیپات بزنن توی خیلی از این تیپات وجود داره این تیپات برای چی این کارو گوز گذ... کرد اما تیپاتو گذاشت بریم با سراغ این ویدیو هم که اینجا هستش یه این ویدیو کارتونی خیلی معروفی هستش که یکی یه خورده به محیط اطرافش دقت کنید می‌بینید که این پشت اون تیپات برای ما هستش و اگه من اینو پاس کنم این سراغ ویدیو بعدی که کارتون توی استوریه خیلی مهمه همین اگه پاز بدن دقت که اینجا اون تیپات هنوز برای ما هستش یه خورده بریم با این تیپات کار میکنن برش میدارن و تأثیر گذارن. نه صرفا برای رندر برای کل دنیای کامپیوتر گرافیک مثلا کارتون ها رو با انسان که نمیام مثلا ما این دنیای کامپیوتری برای ما میسازن و خیلی مهم و تأثیر گذاره حالا نکته ای که اینجا هستش مال متوجه شدیم که این تیپات صرفا توی نرم مثل تیردی مکس نیستش توی نرم مختلف دیگه هم هستش اما پیداشش از کجاست خیلی خلاصه الان بخوام بهتون بگم که تو این استوری که اینجا نوشته منظورش چیه داره میگه که حدود 50 سال پیش یعنی سال 1974 یک آقایی بوده به اسم مارتین و برای طرح پایان نامش آبجکت سه سه‌بعدی رو طراحی کنه آره خب 50 سال پیش خیلی از آبجکت‌ها بودن که وجود داشتن میتونه همون رو بیا طراحی کنه بله بوده اما دلیلی برای اثبات اینکه چرا این آبجکت رو من توی دنیای سه بودی قرارش بدم چی یعنی مثلا این آبجکت رو کنیم چه کمکی به بشریت میکنه چه کمکی به دنیای کامپیوتر گرافیک میکنه بشریت که نه و چه جوری آقای مارتین به ذهنش میخوره که آقا بیایم یک قوری رو کنیم و سه کنیم. کنم دلیلش اینجا که داشته با خانومش چای میخورده و یه هو به ذهنش آقا بیام یک قوری و سبودیش کنم دلیلش برای که بخوام این قوری و سبودیش کنم چی بوده این بودی که اگه دقت کنیم به این حجم ببینیم توی خودی در اثر دیدی مکس میبینی که این حجم یک سری خلل و فرج داره سطح صاف داره کرف داره میبینی از این وسط خالیه این قسمت های خیلی مختلف میبینی اینا خیلی مهمه اینجا تو جزئیاتی که اینجا هستش این قسمت خالی که این وسط هستش همه اینها تاثیر میذاره که شما بتونید یک تست نور بی‌نظیری از این آبجکت بگیرید پس نکته اولش این بود که برای نورپردازی خیلی این آبجکت کمک میکنه برای همین آوردنش روی آبجکت های خود نراسور خیلی حرف ها که شما بتونید یک آبجکت رو پیدا کنید که یاد قرار بگیره به عنوان پیش‌فرض. در حالی که خیلی ساده باشه هم سافت باشه باشه هم باشه و پیدایش این آبجکت هم با استفاده از ریاضی این کار رو انجام بدن. نه مختلف دیگه همش ریاضی. کلا بیس نرم افزار مکس هم ریاضیات دیگه ما توی ویدیوهای آموزش دیرنی مکس همون خیلی جاهایی بوده که از ریاضیات داشتم صحبت میکرم و درباره مختصات صحبت کنم و درباره کوتانجان و تانجان صحبت میکرم که واقعا هم وجود داره توی نرم افزار به همون است پس اومد برای شروع کار یک اسکیسی ای از این آبجکت زدش و نکاتی هم که داشتش چی بود؟ ریاضی و نقاط بزیر و اون نورپردازی که در صحبت کرد شاید الان که 50 سال حدود 50 سال از اون دوران گذشته مثال نقضی باشه که به جای این آبجکت بشه یه آبجکت دیگه آورد اما 50 سال پیش انقدر این ایده ناب و بکش بوده که اومده یه آبجکت قوری و طراحی کرد اسکیس کرد و تونست یک نقطه قوتی باشه برای کل نرم افزارهای تریدی حالا از این بگذاریم که خلاصه تونستی متوجه باشیم از این تیپات و اینا هم عکس های قدیمی هستش و اینم دقیقا اون اسکیسی هستش که حالا اینجا قرار دارم نمیدونم دقیقا همون هست یا نیست میبینید تمام نقاطش می... مثلا با مختصات اومده از شروع کرده به ترسیمش نقاط بزیره تمام این مختصاتی که اینجا هستش و توضیحاتی که درباره این تیپات اینجا هستش و اینم شکلهایی که درباره اسکیس و که از قدیم حالا قرار دادن نمیدونم دقیقا همون هستش یا نه اما خیلی میتونه به همون کمک کنه این کلیتی بودش که اینجا هست میخوایم برسیم سراغ این عکس این عکس الان چیه این خیلی باحالی که هستش اون اولین تیپاتی که قرار گرفته یعنی گفتن که آقا من همچین ترهی رو دارم و اوکیش کردم برای پایان تایید شده و خیلی استقبال شده اولین تیپاتی که اوکی شد و اون خانم آقای مارتین و اومد اون تیپات رو از یک فروشگاه خرید و اون تیپات شدش بیس کار و الان اون تیپات دقیقا همین تیپات و قوری سفید رنگ که داره توی یک موزه توی کالیفرنیا ازش نگهداری میشه و اون موزه هم موزه کاپیتوگرافی که موزه عجیب غریبی موزه کامپیوتر گرافیکی که داره از این تیپات نگهداری میشه خیلی اثر جذاب و باحالی هستش و حالا اگه دقت کنید به این تیپات و تیپات هایی که اینجا اسکیس زده شده و قرار گرفته یک مقدار شکلش فرق میکنه به اون چیزی که توی نرم تی دی مکس هست من تی افزار تری رو اینجا باز میکنم اسکیل هم نکردم کارم و یک بار دیگه اصلا میام تیپات رو اینجا ترسیم کنم من تیپات ترسیم میکنم میام توی فور جی میزنم این دقت کنید میبینید که این تیپات یک مقدار کشیده تره اما توی چیزی که توی عکس ها هستش این لحاظ قدی کشیده تره خیلی نمیشه گفت مثالی برای این کار آورد اما توی این مصنوع اگه بخونید کامل این رو ذکر کرده که اون تیپات یه مقدار توپولتر این تیپات, تیپات یه مقدار کشیده تره این نکته هم خیلی نکته جالبی بود به نظر من میتونستن دقیقا این اون در بیارن اما حال شاید یک دلیلی وجود داشته که این کار رو نکردن و این نکته خیلی جالبی یک میجه هستش توی یک دانشگاه توی آمریکا اومده که مسابقه هر سال برگزار میکنن که میان از این تیپات رندر میگیرن یعنی از سال 2012 تا سال 2019 این مراسم و این مسابقه برگزار بوده و اومدن از این تیپات رندر میگرفتن و دقیقا توی اون رندرها اون سایه ها و تمام دیتیل هایی که گفتم به رعایت شده و تاثیر میذاره پس یه ابجکت خیلی مهم داره کامپیوتر گرافیک گفتن از سال 2012 تا سال 2019 فکر میکنم دو سال اخیر هم که این مسابقه برگزار نشده به دلیل کرونا بوده اما به هر حال خیلی جالبه که اون از این عنصر شاخص از این ابجکت شاخص بهتره بگم توی دنیای کامپیوتر گرافیک استفاده و همچین مراسمی و مسابقه رو براش برگزار کردن. و نکته آخر که بخوام درباره این تیپات بهتون بگم و خیلی جالب میتونه باشه، سال 2017 کمپانی پیکسای کمپانی خیلی بزرگ هستش توی این صنعت اومد یک مسابقه برگزار کرد و از این تیپات رندر بگیرم با موتور رندر رندرمن اگه نمیدونید موتور رندر رندرمن یکی از قوی ترین موتور رندرها برای ساخت انیمیشن و جلوه های ویدیو چیزایی از این دسته نه چیزایی مثل معماری اما جالبیش همینه که موتور رندر رندرمن یک موتور رندر پیشرفته توی نرم مایا هستش من خودم نرم مایا رو ندارم اما احتمالاً آبجکت تیپات هم توی نرم افزار مایا به عنوان یک آبجکت پیشورزی هستش مگه بیام دقیقاً همین کمپانی پیکسار چیزی که گفتم رو یک سرچ کنی مثلا پیکسار تیپات uh, و توی ایمیجاش که اگه بیام یک سه تا عکس اینجا بود آها دقیقا این عکسه اگه دقت کنید این, این سه تا رندری بود که از این تیپات گرفته بودن و خیلی جذاب های مختلفی واسه استفاده کردن به عنوان پانک و خیلی ز بود که برای انیمیشن و کارتونی و چیزی از این دست نکته آخرم اینه که این سه تا تیپات نمادی از موتور رندر که خیلی جذاب و جالبه که هم برای اون موتور ردر و هم برای این تیپات تونستن یک سری مسابقه ها و چیزی از این دست برگزار کنن که خیلی جالبه برای مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه حتما نظراتتون توی بخش کامنت ها مطرح کنید و حسی که نسبت به این تیپات که از اون تقریبا 48 سال 50 سال پیش وجود داشته تا الان رو بگید اگه نکته از قلم جامو توی بخش کامنت ها مطرح کنید که حتما یک اطلاعاتی هم به ما اضافه بشه حتما ویدیو رو لایک کنید نظرتون رو برامون بنویسید و اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید که کمات خیلی ویجی از ما میکنید تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار